مدیریت غذا و دارو در کندوز افتتاح شد. دکتر جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی دارو و غذا میگوید که اداره دارو و غذا باید در گذشته ها هم در سایر ولایات می بود. با گفته وی در سال 1402 تشکیلات این اداره افزایش یافته و بست های مدیریت خود را از طریق رقابت آزاد به اشتراک گذاشته بود که رسما مدیریت غذا و دارو در ولایت کندوز افتتاح و به فعالیت آغاز نموده است. و بعد از اینکه پرسنل تمام ولایات تکمیل شد، ما شروع کردیم به افتتاح دفاتر خود و ریاست ها و امریت هایی که در ولایات ما در نظر گرفتیم که 5 ریاست در 5 زون انشاءالله افتتاح خواهد شد. ما زون قندار ریاست شهر درست قبل افتتاح کردیم، انشاءالله در 4 زون دیگه هم ریاست ها را افتتاح خواهد کردیم. دکتر جمعگل شمسی مدیر غذا و دارو در کندوز میگوید که ایجاد این مدیریت به مشکلات مردم رسیدگی به موقع خواهد شد که افزایش داروهای تاریخ گذشته و بیکیفیت نیز یکی از معضل‌های اساسی باشندگان این ولایت می باشد که آنان برای حل این مشکلات برنامه‌های روی دست دارند. تو ولایت تور کل افغانستان خلق بدی است که دیر ضروری که واقعا بیکیفیت و تاریخ دیر مواد زیاد به خلق خرسی گی همدا لامل و چه دلتا دا مرکزی داری سخا دلتا اوبران چه و امیریت فعال استو نور دا دا کندوز ویلات طور شریف خلق تا اتمنان ورکم چه لدین با وروس تا انشاء الله چه اول دا الله جل جلال و بهم دستاس و همکاری سر با نور بی کیفیت و تاریخ تیر مواد کندوز که نوی هیس دکان که با انشاء الله فایده نفایده که او دکانداران یا نور تجاران و دیت مور اجازه نور کوچی نور کندوز به کیفیت او در کم مواد راوی. در همین حال مولوی عبدالغفور شیزی رئیس دفتر مقام ولایت کندوز میگوید در چند دهه گذشته در کشور گونه کاری اساسی برای حل مشکلات مردم صورت نگرفته است. او میافزاید که با ایجاد مدیریت اداره غذا و دارو در کندوز مشکلات باشندگان این ولایت در بخش های حل گردیده و از مسئولان این اداره خواست تا به مردم خدمت صادقانه نمایند. ټول مسئولین څخه مهمه هیله دا ده چې مخلصانه هلې ځلې وکړي په هره برخه کې او د ولس کارونو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه همدا ولس و د الله تعالی ځانګړی نصرت و د همدې ولس قربانۍ وې چې الله تعالی موږ او تاسې دغه ځای ته راورسولو. شماری از باشندگان کندوز از ایجاد این مدیریت ابراز خرسندی نمودن میگویند که در این ولایت داروهای بیکیفیت و تاریخ گذشته افزایش یافته است و از مسئولان این اداره میخواهند که در این عرصه توجه بیشتر نمایند. این اداره محترم زیاد دقت بکنند، از وجلوگیری بکنند از ورود دواهای بیکیفیت. ما امروز میبینیم در سطح ولایت کندوز در دواخانه ها دواهایی که اکسپایر شده، دواهایی که ادویه‌هایی که بیکیفیت است به کلی سطح بالا رفته است. باید ادی جدا جلوگیری بکنن، از مجراهای قانونی جلوگیری بکنن، باید دواخانه هایشان مهرلک شود. این در حالی است که برای نخستین بار در کندوز مدیریت غذا و دارو در این ولایت به گونه رسمی گشایش می‌یابد. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندوز.